بند کوچک آبگردان و تبرید برق در ولایات آغاز می شود. به گفته این مقام ها، پس از گذشت نیم قرن این نخستین بار است که این پروژه ها در کشور آغاز می شوند. در همین حال این مقام ها می گویند که تاکنون جامعه جهانی برای مهار آبهای افغانستان هیچ گونه سرمایه گذاری نکرده است. مسافر قوقندی با جزئیات بیشتر این خبر. گفتند که آب منبع زندگانی است. افغانستان کشوری که با آبهای آزاد راه مستقیم ندارد، این امر در دنیای امروزی به عنوان یک کمبود جدی مطرح است. در مقابل در منطقه واقع شده است که از لحاظ استراتژیکی با اهمیت است. کوهپای های این کشور اما به عنوان یک نقطه قوت مطرح است. منبع بزرگ آبهای جاری این منابع اما بیشتر بدون استفاده جاری است. بعد از گذشت حدود 10 سال مقام ها در وزارت انرژی آب میگویند که از 41 بند آبگردان و تولید برق کار برسیشته 21 بند کوچکان تکمیل شده و با به دست آوردن منابع مالی کاران آغاز خواهد شد. در جریان یک ماه آینده شما شاهد قرارداد 4 بند که بعد از 30 سال بعد از 40 سال شما شاهد امضای قرارداد بندهای ساختمان بندها در افغانستان که یک خبری است برای ما. البته شما میدانین که از سال 1330 به این طرف بندی در افغانستان ساخته نشده. جایی میگوید که تاکنون کشورهای کمک کننده برای مهار ساختن آبهای افغانستان همکاری نکردند. او میگوید اکنون دولت به حیاتی بودن آبهای کشور پی برده و در کنفرانس کابل بیشتر در این مورد با جامعه جهانی صحبت خواهد شد. دنیا را میخواهد که پولی که میده آخر سال نتیجه بگیره یا حداقل به 2 سال بگیره. وقتی که ما برایشان میگیم که این پروژه بند فلان است، او میفهمن اینا که یک بند به زودی به ظرف 2 سال، 1 سال، 2 سال ساخته نمیشه. وقتی که تا میگیم بند اقدرم 800 میلیون یا 700 میلیون یا 500 میلیون قیمت پروژه است که خودشان هم میدونن این مسائل، اونا طبیعتا علاقه نمیگیرن. که منتها کنفرانس کابل، ما امیدواریم فشار دولت ما است که کنفرانس کابل برای همی در کابل میگیرن که واقعا خواست دولت افغانستان رو بگیرن. بر اساس آمارهای رسمی سالانه بیش از 57 میلیارد متر مکعب آب در کوهپای های افغانستان تولید می شود، اما کمتر از 30% آن در کشور مصرف شده و باقی آن به دلیل نبود بندهای آبگردان به کشورهای خارجی سرازیر می شود. پیش بینی شده است که برای مهاری تمامی آبهای جاری به 8 میلیارد دلار هزینه در 5 سال آینده نیاز است. همزمان با آغاز سومین دور واکسین فلج کودکان در ولایت هلمند در جنوب کشور، مقام‌های محلی می‌گویند که وقایع مثبت این بیماری در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. بنابر آمارها سال گذشته 9 واقعه مثبت در این ولایت ثبت شده بود، اما امسال این میزان به 5 واقعه محدود شده است. مسئولان ریاست صحت عامه هلمند میگویند به دلیل ناامنی کمپاین این دور در ولسوالی نوزاد و بخشی از ولسوالی مارجا تطبیق نمی‌شود. روح الله الهام از هلمند گزارش می‌دهد. هلمند ولایتی که به دلیل ناامنی‌ها بیشترین واقعه فلج کودکان را در سال‌های گذشته در سطح افغانستان ثبت کرده است، اما مسئولان صحت عامه در این ولایت میگویند در میزان فلج کودکان در هلمند کاهش رونما شده است. تا حال 5 واقعه مثبت در این ولایت ثبت شده در حالی که سال گذشته 9 واقعه گزارش شده بود. عبدالاحد حازم عامر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه ولایت هلمند میگوید این وقایع در ولسوالی های گرشک، مارجا و نادلی مشاهده شده است. وقتنا موږ په مجموع کې طالبانو سره خبرې کړې دي. اصلا د دې واکسین د ټیم پروګرام د هدف دا دی چې 2 ساعت کې واکسین څنګه د چاپ خوله کې وسول نور په سیاسي شانو پسې هغه نه ګرځي چې منطقه کې طالب دی کار څوک دی. طالبانو د رهبرۍ سره هم په دې هکله خبرې شوي، هغوی که نه تخته شوی دي. متاسفانه د هغوی محلي قمندانان چون یو لاس نه دي، هر یو کوشش کوي چې ځان داخل کړي او څه پیسې په لاس راوړي، زموږ پروګرام ته مشکلات پیش شي. حازم اما میگوید موافقه گروه طالبان را به هدف تطبیق برنامه واکسن ضد فلج کودکان در مناطق ناامن نیز به دست آورده است. مشتوانی دلیلی چه گراف چه تراوړو تیر کار مش په هلمند کې نه پیش مثبت ترلودلې. متاسفانه چې ډیر دردون کې مګر 6 کال مش تر اوسه پر 15 پیش لرو امیدوار چې دا 15 هم رقم کو سفر ته ورس. قرار است بیش از 500 هزار کودک زیر سن 5 سال در مدت 3 روز در این ولایت واکسن شود.
برای تطبیق این برنامه بیش از 2500 رضاکار حاضر شدند. در همین حال عبدالستار میرزکوال معاون والی هلمند از تطبیق نادرست این برنامه در ولسوالی های این ولایت انتقاد میکند. میرزکوال میگوید شمار از تیم های صحی به هدف تجارت در ولسوالی ها کار میکند. در همین حال مسئولان ریاست صحت عامه ولایت هلمند از بزرگان قومی و ملا امامان مناطق خواستند تا در تطبیق برنامه واکسن و آگاهی دهی با مردم با آنان همکاری نماید. روح الله الهام، تلویزیون نگاه، هلمند. از سوی دیگر مقام‌ها در دولت می‌گویند که بیماری سل سالانه جان بیش از 9000 تن را می‌گیرد. بر اساس آمار سازمان صحی جهان، افغانستان از جمله 22 کشور جهان است که بیماری‌های سل و ملاریا در آن شایع است. مقام‌ها در وزارت صحت عامه می‌گویند که سال گذشته بیش از 50000 واقعه بیماری سل در افغانستان ثبت شده است. علی طاهری با جزئیات بیشتر. قشری که در عرصه های مختلف در افغانستان قربانی می دهند، زنان خوانده شده است. با توجه به تلاش های جامعه جهانی و دولت در کاهش مرگ میر زنان در افغانستان، اما این بار آنان قربانی بیماری سل شدند. اکنون دولت از شفاخانه های خصوصی خواهان مبارزه جدی با این بیماری شده است. مقام ها در وزارت صحت عامه می گویند که سالانه بیش از 9000 تن در افغانستان بر اثر بیماری سل جانهایشان را از دست می دهند. بر مبنای این موافقتنامه شفاخانه های شخصی وهاج، وطن، مریم، درمان، تابان، ولی وردک، پیرزاد و بلاسن در مرحله اول با ایجاد مراکز کنترل بیماری سل با همکاری پروگرام ملی کنترل بیماری سل همروزه مریضان را به طور رایگان تشخیص و تداوی می نمایند. پس از این افراد مبتلا به بیماری سل می توانند جهت درمان رایگان به شفاخانه های خصوصی نیز مراجعه کنند. این تصمیم پس از امضای قرارداد بین وزارت صحت عامه و شمار از شفاخانه های خصوصی گرفته شد. در مقابل این شفاخانه ها از هزینه درمانی خود را از سوی شماری از نهادهای کمک کننده بین المللی دریافت می کنند. آمارهای سازمان ملل در افغانستان نشان می دهد که سالانه حدود 51000 واقعه جدید سل در کشور بروز می کند که 33000 تن آنان زنانند. بر علاوه امی سی مرکز تشخیصی و تداوی بیماری سل که موجود است، در پهلوی ازی شفاخانه های دیگه است، کلینیکا هستند، تاسیسات خصوصی و شخصی هستند. بنابراین مریض در اینجا گزینه های متفاوت در بخش انتخاب خود داره. بنابراین یک علتی که واقع‌یابی پایین است و تعقیب هر واقعه هم برای کنترل توبرکلوز مشکل میشه همی است که اینها دسترسی به انواع و اقسام خدمات طبی دارن. بنابراین خودش دسترسی را یک علتش همی است. خانم دلیل میگوید شهر کابل بیشترین افراد مبتلا به بیماری سل را در خود جا داده است. همین اکنون بیش از 170 شفاخانه خصوصی در کابل و ولایت کشور فعال است. اما انتقادهایی وجود دارد که بیشتر شفاخانه های خصوصی در کشور برای تداوی مردم نه، برای تجارت فعالیت دارد. حال وضعیت آب و هوای کشور و آب و هوای پایتخت و چند شهر کشور را که برای فردا دوشنبه پیش بینی شده است در جدول مشاهده کنید.